دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد سلام. گزارش را در رابطه با افزایش محدودیت و تشدید حملات علیه شیعیان هزاره تحت حاکمیت طالبان دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما را در این زمینه بشنویم. به نام در هم کوبنده مستکبرین، با تحیات وافر و دعاهای صادقانه، سلام و درود به تمام کارکنان و مدیران محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و به حضرت عالی. بسیار خرسندم که فرصت برای این گفتگو داریم. جنایت و کشتارهای سیستماتیک علیه هزاره ها در افغانستان، از جمله قتل 14 زائر در غور و دایکندی که شما اشاره کردین و کشتار ده ها کودک و مسافرین در زابل، مثلا قتل عام بیش از 400 نفر در جنبش روشنایی و شفاخانه دکتران بدون مرز، عملات به دختران مرکز آموزشی کاج، انفجار نزدیک زیارت ابوالفضل العباس در کابل و نسل کشی هزارها در مزار شریف و در بامیان، نشان دهنده ابعاد وحشتناک و تاریخی این بحران انسانی است. این عملات از سالهای 1892 میلادی تا کنون توسط گروه های تکفیری و دولت های پشتون محور و پشتون تروریستی و مزدوران غیر پشتون آنها ادامه یافته و به طور مداوم و سیستماتیک در حال وقوع است. این جنایات شامل کشتار دست جمعی، پاکسازی قومی و نسل کشی سیستماتیک و به یکی از بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ معاصر جهان تبدیل شده است. پشتون تروریست ها و طالبان به عنوان مسئولین اصلی این جنایت در این زمان از ایدئولوژی های افراطی و سرکوبگرایانه برای تحقق اهداف خود و بهره برداری از مسائل سیاسی خود میکنه که طالبان به طور خاص با استفاده از این ایدئولوژی ها خشونت آمیز و نجات پرستانه به نسل کشی و سرکوب هزاره ها ادامه میدهند و این وضعیت را به یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری و انسانی در جهان تبدیل کرده است. در این راستا ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی می‌خواهیم که به این بحران بی‌رحمانه و ادامه چون این جنایات توجه کنه و اقدامات جدی برای پایان دادن بر این گونه نسل کشی و خشونت های سیستماتیک انجام ده. این اقدامات باید شامل فشار بر دولت های آمی طالبان و گروه های افراطی و ایجاد راهکارهای مؤثر برای حمایت از هزاره ها و دیگر اقلیت های آسیب پذیر و شیعان افغانستان ادامه باشه که ادامه حمایت و همکاری با حاکمان خودفروخته و دولت های مزدور دوره های شاهی و جمهوری تا کمونیستی و تروریستی باعث تعمیق بحران و تهدید جدی بی‌ثباتی در منطقه شده است. طالبان بله. پشتون تروریست استفاده از ایدئولوژی های افراطی و تکفیری در تلاش برای گسترش خشونت و ناامنی و کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران آسیای مرکزی هستند که میتونند منجر به بحرانهای انسانی و تروریستی گسترده تری شود. ممنونم. در نهایت این ممنونم بین طالبان پشتون و تروریست های تکفیری ادامه بیابد. آشنده آسیا و جهان به بحرانهای انسانی، مهاجرهای و مهاجرتهای گسترده، رشد شبکه های تروریستی در آسیای مرکزی و جهان. ممنونم آقای دکتر. تظاهرات جهانی علیه تروریسم و نسل کشی از هزاره‌ها که در چند روز آینده برگزار خواهد شد، نماینگری عزم جهانی برای مقابله با جنایات. آقای دکتر نورزاد، صدای منو دریافت میکنید؟ صدای شما قطع میشه و صدای من انعکاس میکنم. بله، ممنونم جناب دکتر. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.